خب با عرض سلام از خلاصه خبر رو بگم که افرادی که نگران هستن از یعنی در بیان و اگه دوست ندارن بقیه ویدیو رو نبینن آقای حامیم حمید رضا حامی دیشب تصادف کردن متاسفانه در اتوبان نیایش تهران اما شرکت آرات کمپانی گفته که ایشون حالشون خوبه حالا در بخش مراقبت های بیجه بستن ولی درخواست کرده که افراد که ما نمیدونیم اون بیمارستان که ایشون بستری هست کجا هست و بهترم هستی که ندونیم ولی که میدونن نرن اونجا مزاحمت ایجاد نکنن برای کادر درمان و خانواده افراد و حالشون خوبه ایشالا دیگه و اطلاع رسانی خواهند کرد پس اتفاق خاصی نیفتاده به شایعات افراد دامن نزنن اگر احیانا بعضا افراد میدونن که اون میمانستانی که ایشون بستری از کجاست لطفا نرن اونجا همین تموم شد دیگران یه دیگه نیست کسایی که میخواستن بدونن این خبر فوری چیست این است حالا با بقیهش میخواید بپردازیم به این موضوع خب خدا پس کسایی که میخواید برید خدا نگهدار تا این تیشرت روز سفید رو من به خاطر آقای هامین بتن کردم موضوع اینی که در این جایی که دارید می‌بینید یعنی آپارات و یا یوتیوب یوتیوب مخصوص همین مسائل اخبار های مربوط به فرهنگ و هنر در کشور ایران من درست کردم اما بر آپارات مسائل پراکنده است امروز هم به نوع خورداد ما آماده بودیم که یعنی من اینجا به مسائل انتخابات و اینا هم میپردازم آماده بودیم که بپردازیم به اینکه مثلا آقای احمدی نژاد ثبت را میکنه آقای غالیباف آیا شرکت میکنه در انتخابات نه شدم که آقای بهمن بابازاده شاید از دوستان من هستش خبرنگار حوزه موسیقی در یکی از پلتفرم خودش که داره اینجا یه خبری گذاشته که تصادف شدید حامیم گفتم که با خودم گفتم درسته که مسائل سیاسی اجتماعی تأثیر گذار هست حتی بر عرصه هنر اما خود این موضوع نهایز اهمیته سعی رفتم از یکی از دوستانم که در ترکیه هست درخواست کردم که شما خودم اینستاگرام ندارم نمی‌فهمم وارد بشم ایشون اونجا وارد شده بود بهش گفتم برو در صفحه حامیم نگاه کن ببین که اونجا چه مطلبی گذاشتن و بر من بفرست هم صفحه اینستاگرام شرکت آراد کمپانی که مربوط هستش به آقای سلید سال افزون. حالا شما تو سایتش هم برید اینجا توضیحاتی هست و نذاشته و از اونجا بر من اسکینشات گرفته متعایش شدم که ایشون آقای هامیم، حالا یه جالب هست اینو در قسمت بعدی چون عجله یه اپیزود دیگه درست میکنم در همین جای پلیلیست درست میکنم اونجا نشه موسیقی پاپ بهش میپردازیم پارسال توی فکر میکنم همین اردی بهشت ماه بود من یه ویدیوی درست کرده بودم مربوط به یک کد کنسرت های آقای حامی اینجای اشتباها یه کلمه سه تا اسم رو با هم توی ذهنم اومده بود حمید رضا ایشون اسمش حمید رضا حامی هست خب حامی من به معنی مثلا استوار متولد 76 میگم 26 بهمن 76 متولد سه سال من کوچیک‌تر اینجا آقای حمید هیراد یک موضوعی براش پیش اومده بود همزمان همون همون روزا یه فرد دیگه‌ای یه صحبت دیگه‌ای کرده بود سه تا اسم رو من اشتباه گفتم اینجا حالا مال یک سال پیش تاریخش مال 19 اردیبهشت 1402 هنوز مردم اینجا کامنت می نویسن و مطالب می حالا اپیزود بعدی می میام بیام اینجا ببینم چی گفته بودم و موضوع بلیت کنسرتشون چیه که حالا همینجوری گفتم تبلیغ بکنم آها بعد اینم سری تو مورد تبلیغاتیه بگم آقای بیلبورد بیل هست مربوط به آقای بهمن بابازاده اینجا گفتگو میکنه با آدما با خواننده ها و غیره مصاحبه میکنه و خبرنگار هست و در واقع اطلاع رسانی میکنه میتونید مراجعه بکنید آپارات هم داره یوتیوب هم داره این هم پیج این هم سایت در واقع در واقع در آیتونز یک بخشی دارن بخشی مختلفی داره دیگه آرتیست که باشون کار میکنن و غیره یک کار دیگه من درست کردم صرفا مربوط مسائل هنری که هنوز بازگوشایی نشده خب ولیش امروز متحده شدیم که آقای حامی بستری شده در بیمارستان من خودم خیلی ناراحت شدم به خاطر اینکه این, که این آرتیستای نسل جدید ما یعنی افرادی مثل آقای مثلا گرشار زایی، حامی، حامیم، آقای عرفان تهماسبی اینا افرادی هستند که تولید کننده خودشون یعنی شما هم ترانه و ملودی رو با هم خلق میکنن اهمیت این افراد در این هستش ما نسل های به این نف کار میکردند که ترانه، سورا برای خودش ترانه رو مینوشت مثلا زمان نسل قبل‌تر از اینا و در واقع روش ملودی گذاشته میشد بعضا خاننده از خبر نداشت همچین چیزی وجود داره در زمان دهی پنجا رو دارم میگم بعد به خاننده میگفتن که مثلا مثلا خانم مثلا فائقه آتشین یا غیره آقای داریوش اقبالی بیا این آهنگ رو مثلا اجرا بکن و رو... تا روز قبلش روحش هم خبر نداشت که همچین کاری ق... قراره بخونه ولی تمام کردیت این موضوع برمیگشت به خواننده تا همین امروز که در این افراد در جنوب کالیفرنیا لس آنجلس هستن کسی سراغ آقای شهریار قمبری اردلان سفراز صادق جوکی رو نمیگیره همین میگن مثلا آقای فرض بکن ای بی عجب آهنگ خوند و تمام دستاوردهای مالی و معنوی و غیرش برمیگرده به اون اجرا کننده اما این نسل در ایران هم همین بود در دهه هفتاد در دهه که این موسیقی پاپ در واقع شروع شد فعالیتش به نحوی به اون افرادی که اولیه بودن این به این نحو بود اما داشت میرفت باز به این سمت نه من خاطرم هست افرادی در ایران بودند یک محافلی بود محافل ادبی بود در فرنگسرای رسباران غیره جلساتی میذاشتن اونجا خوب بود که ترانه پرورش پیدا میکنه اما ارتباط اینا ارتباط داشتن با آهنگسازا ارتباط اینا با خواننده ها بعدا برقرار میشد برای اجرا من خوشحالم که با این نسل جدیدی که اومده اینا افرادی هستن که در واقع خودشون کار رو پرو پرودیوسر به معنی ارنج کننده منظورم نیست معنی تولید کننده چیننده اسوات تا ولی به معنی اینکه کار رو هم از ترانه و ملودی رو با هم خودشون خلق میکنن چون آرتیست در جهان خودش ایده هنری رو آنچنان که خودش میبینه به سمر برسونه بهتره اوکی okay. پس من خیلی ناراحت شدم از این بابت که این افراد فارغ از اینکه یک جوانی هستش که خیلی خوشتی ماشاءالله خدا حفظش بکنه سالها برای ایشون آرزوی دلوان میکنم و خود مجموعه ای هم که داره باشون کار میکنه یک تیم جوانی هستن خیلی خلاق خیلی مرتب دارن میتونید ببینید رو ببینید این افراد دارن کار میکنن و کار موسیقیه پاپ رو در کشور ما به زیبایی دارن پیش میبرن که من فکر میکنم چند سال دیگه جریان اصلی موسیقی پاپ در که الان اینجاست دیگه جنوب کالیفرنیا دیگه نیست سال هاست دیگه اونجا نیست تبدیل شده به تهران حتی من به شما پیش بیری میکنم در اینجا به کشورهای اطراف خود کشور فارسی زبان هم کشیده خواهد شد در حوزه موسیقی پاپ فارسی نه اینکه آرتیست های ما مثلا الان نمیرن دستن در آلمان کنسرت بذارن اونجا میرن برای ایرانی ها موسیقی پا اگه اینجوری پیش بره میتونه گسترش پیدا کنه در فرض کنید تاجیکستان بین فارسی زبانان و بعدا در هند بین هندی زبانان مثال دارم میگم در جایی که قلم روی فرهنگ دیرینه پارسی اونجا گسترش داشته بعد اون وقت امثال آقای حامیم غیره مسیح آرش اونجور میتونن برای خارجی ها کار انجام بدن یعنی روند گسترش اثر هنری به عنوان آثار مثلا موسیقی اینجوریه دیگه مثلا شما در کشور اروپا کشور اروپای جنوب آمریکای جنوبی اینجوری شده که شما این مثلا خواننده های اسپانیش میرن در کشور انگلیسی زبان کار انجام میدن حالا اون اینا مختصاتش هم فرق کنه ولی فکر کنم مزامتون هستن برسن خب آیه پریشب آخرین استوری که اونجا گذاشتن اون دوست من در ترکیه برای من اسکینشات گرفته نبود هستش به 15 ساعت الان ساعت سه و نیمه این ساعت سه دوست من اسکینشات گرفته 20 ساعت قبل این استوری رو منتشر کرده بوده آیا ها گفته که پنجشنبه کیا رو ما چون من که کنسرت داشته در فکر بگم هوتل اینجا حالا گفته که کجا بوده و این و این پوستر رو منت... استوری گذاشتن 16 ساعت قبل خب یعنی تبلیغ کنسرت ایشون 16 ساعت قبل هم بوده ای کاش من این خب بعد ایشون دیگه در در پیج اینستاگرام خودش دیگه هیچ خبری نیست فقط یه کامنتی و یک فردی نوشته بوده و آیهامین پاسخ داده اما اگر شما برید در پیج برای کسایی که خارج از ایران هستن منظورم هاش ایرانی که در خارج از که ایران هستن میتونن برن اینستاگرام وارد اینستاگرام آراد کنسرت بشن اونجا یک اطلاعیه و دو ساعت قبل ساعت سه ساعت یک گذاشتن اونجا توضیحاتی داده شده و اینجا من تصویرش رو به شما نشون بدم من از روش بخونیم گفته که به استعزار مخاطبان خواننده محبوب محسسی آراد هامیم میرسانیم که متاسفانه این خواننده شب گذشته دچار تصادف در یکی از های تهران شده. پس من چرا گفتم نیایش؟ فکر کنم آقای بابازاده گفت بود نیایش. درسته؟ بله. چرا من گفتم نیایش؟ آقا نمیدونم نمیدونم در کجا. آقا چرا چرا؟ خدا آقای آقا این گناهش گردن آقای بهمن بابازاده است. آقای بابازاده در کانالش گفته بود نیایش. حالا نیایش الان حالا توضیح خواهم در, در نیایش دوچار حادثه شده است و در بخش آی سی او حالا آی سی او یه مقدار اسمش میاد افراد نگران میشن آی سی به حال جایی که میتونن مانیتور بکنن وضعیت فشار خون و ضربان قلب و و چه خیلی چیزای عمومی ساده رو لنین لزومن مثلا جایی نیستش که افیانی شما در آی سی او خدایی نکرده اگر افرادی رفته باشن یا مثلا برید اونجا ببینید که افرادی با شرایط مختلف اونجا هستن یه فردی هستش که تقریبا لازم نیست اونجا باشه ولی هست اونجا مثلا شو روزنامه میخونه مثال میگم ولی کسی هم هستش که مثلا از اتاق عمل اومده خیلی حالش بده پس لزومن آی سی به معنی این نیستش که اون فرد حالش خیلی مثلا وخیمه این گونه نیست آی سی مراقبت های ویژه هستش خب و یکی از بخش های مانیتورینگ مسئله خاص هست بخش دیگه هم هست مثلا اون اگه بود ما گفتیم بله شما ممکنه مثلا حادثش حادثی که برشت تو داده شرط دیگه داشته پس این نگران کننده نیست آی سی او لزومن به خاطر اسمش بعد گفته شده که با تعجب اولویت اولویت سلامتی هایم عزیز به اطلاع میرسانیم که کلیه کنسرت و برنامه های این خارنده تا اطلاع سنوی لغ و همه تناش ما با تلاش ما بر این است که با او که او با آرامش کامل مراحل درمانی خود را سپری نماید احوالات عمومی ها این تحت کنترل است و هیچ خطری سلامتی او را تهدید نمی کند پس عباداران ایشون که نگران بودن نگران نباشد اخبار تکمیلی این بعدا از طریق صفحات و رسانه های رسمی آراد اطلاع رسانی خواهد شد خب ما امیدواریم که ایشون هر چیز سریعتر برگرده و در واقع به کارش ادامه بده. ایشون فکر کنم آلبوم نداشتن فقط تک ترک منتشر می‌کردن نمیدونم ولی خب اجرای صحنه‌ش من یکی دو تا دیدم. البته این افراد ما آواز خان به معنی مثلا آواز تکنیک فقط صرفا آوازی نیستش که یعنی اونجا شما باید اینو در نظر بگیرید که در کنسرت های ایشون به تنهایی فقط مسئله آواز نشانگر هنر ایشون نیست نه این فرد نه افراد دیگه ای. در واقع با متعلقاتی که اونجا هستش زیبایی داره کارشون ولی خب اجازه سحنش با این حالی که توقع نیست از این فرد با ما... یعنی از آواز خانه پاپ شما در واقع نه توقع آوازخانی که از آقای علیزه قربانی داشته باشی با این حال من مقایسه کردم خیلی خوب بود امیدوارم که هر چه سریعتر ایشون برگرد پیش خانوادهش و کارشون رو انجام بدن بعد آقای بابازاده همچنان در اطلاعی رسمی خودش در کانالی که گفتم داره ایشون گفته که بر از اطلاع رسانی سامانه بیل فروشی خاننده کنسرت هامیم در تاریخ ده خورداد در سالن اسپیناس پس قرار بوده که فردا ایشون برنامه داشته باشه بله در سبت آباد اسم از لغ و مبالغ دریافتی برگردانده خواهد شد خب حالا ما یکم آشنا بشیم با شرکت آراد کمپانی و اون ویدیو بعدی که پارسال من اشتباه کرده دارم اسمشون اشتباه گفتم اپیزود بعدی درست کنیم خب آراد محسسه فرنگ خب یه توضیح اینو من همین کردیتش مال همین آقای بابازاده هستش ها حالا دیگه خود باید بذار کنم رو ببینید دیگه توضیح داده که این کمپانی چقدر کمپانی خوبی هست و چه افرادی باهاشون کار میکنن حالا لزومی نداره ازش بخونیم اینو ویدیو رو من سریع منتشر بکنم بهتره و آقای بابازاده من این پلتفرمشو به شما نشون بدم افرادی که لازم میتونم متوقف بکنم بله اینجا در این کانال آیه بابازاده افراد میتونن برن اونجا شرکت های که موسیقی مثلا کار مجوز و برگزاری کنسرت انجام میدن یک توضیحاتی دربارشون داده و از اونجایی که روابط خوبی داره خب تخصصی کارش دیگه تخصصی در حوزه هنر از زمان قدیم من خاطرم هستش که ایشون و بهمن بابازاده مصاحبه میکرد پیگیر بود در واقع منابعی داره به عنوان خبرنگار که اطلاع دقیق شما همزمان که در موضوع آقای حامیم پیگیری میکنید پلتفرم آقای بهمن به هم پیگیری بکنید بهتون اطلاعات دست اولی دو کل دو مسائل خبری خبری حوزه فرهنگ و هنر ایران به شما خواهد داد خب همین بود این ویدیو برای آقای حمید رضا آمی متولد 26 بهمن 76 آرزوی سلامتی و طول عمر دارم و هر چه زودتر آرزو کنم برگرده و خودم بتونم برم حتما کنسرت شرکت بکنم و همین فعلا خدا نگرد. اگه هر نظری داشتید بنویسید یوتیوب اگه دارید ببینید همینجا نوشته آرت سایت ولی آپارات دارید ببینید اینجا فعلا همه چی با همه تا وقتی که من این مخصوص مسائل هنری رو درست بکنم از بعد اینجا پیگیری بکنیم و هر چیزی هم که در سایت ها میبینید همین مطلبی که من اینجا به شما گفتم، چیزی خارج از این نیست دیگه من رفتم سرچشمش رو پیدا کردم به شما خب از سرچشمه به شما خبر دقیق رو دادم از تا... با تشکرم میکنم از اون دوستم که در خارج بود در ترکیه بود رفته بود در اینستاگرام های آمین و بر من اسکرین شات گرفته بود که بتونم اینجا به شما استوری ها و پست های شرکت ها آرت نشون بدم فعلا خدا نگهدار پس ویدیو بعدی یعنی هنوز من میبینم مردم اینجا کامنت میذارن که چرا هامیم رو گفتی ها حمید هیراد اونجا موضوعی برش پیش اومده بود و یک فرد دیگه هم از ایشون هم آبادخان پاپ پا هست پا شاگرد آقای آقای یک فرد دیگه تشابه اسمی دارن الان خاطرم نیست واقعا همزمان این موضوع پیش اومده بود من اشتباه این, با... این مسئله رو گفتم حالا موضوع الان خلاصش رو میتونم بگم در این ویدیو گفتم که بلیت کنسرت خوبه که گرون شده عالی باعث رشد رونق فرهنگ میشه ولی ای کاش که افراد هنرمند یک قسمت زیادی شد در نظر بگیرن برای در واقع اینکه سلامتی خودشون رو کنترل بکنن و غیر به طور کلی داشتم صحبت میکردم چند تا موضوع بود همین مسئله مثلا هنری بود یه آگهی در دیوار بود مثلا و اونجا هنوز ببین یک سال پیش دارمش که 19 به افراد مطلب می خب بعد اینکه که گفتم بیمارستان نران افراد به شدت مهمه یعنی واقعا اون خانواده اون افراد هم مثلا فکر می مثلا افراد ناشناس برن اونجا بهشون مثلا دلداریشون بدن بیشتر اونا اصلا میخوان با هم خصوصی صحبت بکنن نمیتونن کادر درمان مثلا یکی داره یه بخش دیگه ای میره جلو روش این همه آدم ممکنه وایستاده باشن بعد نظم اون جایی که بیمارستان هست به هم میخوره بعد اینو میخواستم بگم اصلا یادم رفت این موضوع خدا رو شد که در تهران اتفاق افتاده وسط اتوبان نیایش حالا خدای نکرده اگر ایشون تصادف کرده بود در مثلا جاده چالوس به سال میگم یه جایی که مثلا نقل و انتقال افراد به بیمارستان سخت هست به خاطر بود مسافت خب سخت‌تر بود دیگه خود همین جای شکر داره که در واقع این حادثه در قلب شهر تهران اتفاق افتاده و در واقع وقتی هم بوده که در واقع ترافیک نبوده افراد امدادگران و غیره به سرعت میتونستن و رو منتقل کنن به بیمارستان دیگه فکر کنم محتوام در این موضوع تمام شد اگر هر نظری داشتید بنویسید فعلا خدا نگهدار